سلام، خوش اومدید به کانالم. من آیزن ایچن هستم. منم مرتدیکستو هستم. امروز اومدیم با هم دیگه جشن بگیریم. چه جشنی؟ جشن 100,000 نفری شدن کانال آیزان. بعد از 2 سال هیچ موقع فکر نمی کردم یه روزی بشه که واقعا خانواده یوتیوبمون بشه 100,000 نفر. و واقعا الان شده و آیزان واقعا تو پوست خودش نمی گنجه. از دیروز تا حالا که 100,000 نفر شده هی میگه من دوست دارم یه ویدیو بگیرم و بچه ها تشکر کنم، بگم مرسی که ساپورتم کنید و اینجور چیزه که حالا خودشم براتون میگه. اما چقدر سریع گذشت این 2 سال. قبل از که بریم ادامه صحبت ها، بریم ببینیم اولین ویدیویی که گذاشتم توی این چنل چی بوده؟ بچه ها الان توی یونان هستیم، توی شهر ایراکلیون، توی کریت. یعنی اینجا یه دونه جزیره است به اسم کریت. ببینیم میکنیم الیکارناسوس لیمانی. این مغازه‌هایی که الان دیدید همه مغازه‌های خودشون، یعنی همه اونرها نشستن بیرون بعد منتظرن که کاستومرا بیان خرید کنن و نگید کنن. جای قسمت توریستیشه این خیابونی که دیدید. وای اون موقع واقعا ادیت بلد نبود. یه اون اولین ویدیوم بود برای ادیت و میدونید چقدر طول کشید اون ویدیو رو ادیت کنم؟ آدم از 3 روز و نصف وقت گذاشت. 3 روز؟ چند روز شد؟ نزدیک 2 هفته طول کشید اون رو ادیت کنم. بعد یه همچین کانتنتی رو تحویل یوتیوب داره. ولی بازم خوبه، من پراود اف یو، به خاطر اینکه هر کسی اینقدر تایم نمیذاره برای اینکه یه چیزی که اصلا بلد نیست و اصلا توی هیته کارش نبوده شروع کنه و یاد گرفتن. برین یه ذره عشق بدین به این ویدیو بچه‌ها، متشکرم واقعا. اول می‌خواستم بهتون بگم که واقعا مرسی که با ما بودید این همه تایم. از روز اول ما رو ساپورت کردید و دنبال کردید ویدیوامونو که امروز خانواده یوتیوبمون رسیده به این بزرگی. من ازتون تشکر میکنم به خاطر اون سبک ویدیوهای قدیم که ادیتش خیلی تو دیوار بود تحمل کردید و به ما فرصت دادین که ما همه چی رو یاد بگیریم و بتونیم بهتر و بهتر و بهتر بشیم و در نهایت کانتنت های بهتری تحویل شما بدیم. این موقع که ویدیوها رو که درست میکردن خیلی برام جدید بود همه چیز، نمیدونستم و خجالت میکشیدم. در منو در آورده بود، هی چپ رو سوال میکرد چطوری اینجاش اینجوری کنم، چطوری کات کنم، موزیک از کجا بیارم، کپی رایت نخورم و و و و کلا بهتون میگم واقعا یه جور انگار مدرسه بود این جورنی که این پروسه جورنی که داشتیم. واقعا فکر نکنید خیلی راحت بود، خیلی سختی کشیدم و پدر مرداد در آوردم. فدا این موهای من در این راه از دست رفت. و امروزم تصمیم گرفتم این اولین ویدیویی باشه که بی حجاب خدمت شما باشم و ممکنه که دیگه بخوام بی حجاب باشم کلا. خیلی قشنگه، سره نمیدونم چرا قایمش خوشگل نه قایمش نمی کنم به خاطر اینکه کلاه خیلی دوست دارم. همین الانی که اینجا روی این میز نشستم و دارم با شما صحبت میکنم، ببین یه کلاه اینجا دارم، یه کلاه اینجا دارم، 2 تا 3 تا گونه کلاه می بغل دستم هست. هنوزم هست، حالا همینجوری هی دارم نشونت. 5 تا دیگه کلاه اون بالا هست. 8 تا دیگه هست. نه دلیلش این نیست که خجالت میکشم یا اینجور چیزا که اینجوری باشم، نه چون که استایلم کلاهیه. یعنی از قدیم خیلی قبل از 10 سال 15 سال پیشم که موام خیلی پر بود همیشه کلاه میذاشتم سرم و دوست دارم این قضیه رو. من لطفاً بیشتر سرتو به ما نشون بده، ما خیلی دوست داریم. آره ولی خب الان در عوض آیسان به جای من کلا گذاشته سرش. من الان تریپ زمستونی دیگه، زمستونه دیگه الان و کلا بذاریم. بعد از اینکه اون ولوگر رو گذاشتم چون احساس میکردم که شاید دوست ندارید من کار کنم تو یوتیوب، یه نزدیک چند ماه من ویدیوهای انگلیسی درست کردم گذاشتم. نمیدونم چرا اصلا این کارو کردم. به خاطر اینکه یادم چرا، به خاطر اینکه فارسی تو با لهجه خیلی بیشتر از الان لهجه الان حرف می‌زدی و یه سری کلمات هم اشتباه می‌گفتی، بعد یه سری می اومدن مسخره‌ت می‌کردن، یه سری هم بهت گفتن فیلم بازی نکن، اینجوری حرف نزن. 2 روز از ایران رفتی در صورتی که آیسان اصلا ایران نبوده و به خاطر همین یه مدت رفته بوده یه کلا توی انگلیسی کار کنه، بعد دوباره برگشت تو فارسی، بعد یه سال و نیم دوباره تصمیم گرفت بره انگلیسی کار کنه و در نهایت مون تو مارکت فارسی به خاطر اینکه خیلیا بهش گفته بودن بعد توی فارسی بمونی و اینجور داستانا، چون خیلی عشق بهت دادن خودش. واقعا آره، اصلا نمیشد ندید گرفت عشقای شما، گل های قشنگو.
ولی در نهایت ما یه تصمیم گرفتیم یه دونه کانال انگلیسی هم زدیم که به زبان انگلیسی کامل، توی دیسکریپشن لینکش رو براتون میذاریم. یه دونه کانال هم داریم که بهش میگیم مرتضی دایسان. این کانال خیلی کانال جدیدیه که اونم لینکش تو دیسکریپشن هست، اگه دوست داشتید میتونید اونو سابسکرایب کنید اگه حال میکنید با سبک ویدیوی ولاگ پرانک و اینجور داستانا. ولی در حال حاضر آیسان تصمیم گرفته که تو همین کانال براتون فارسی بلبل زبونی کنه یه ذره. من واقعا خیلی بهت افتخار میکنم که توی تایم خیلی کمی تونست فارسی حرف بزنه، اونم خیلی خوب. زمانایی که با هم تازه دوست شده بودیم فارسیش تو دیوار بود. خلاصه اینکه اگه پرت و پلا حرف میزنم و متوجه نمیشید توی ویدیو، نگید چرا، بدونید دلیلش اینه. یه خاطره خیلی جذاب بهتون بگم. من یه روزی خیلی خوشحال رفتم یه ویدیو گرفتم برای خودم، بعد قشنگ کلی جوش حرف زدم، جوری نشسته بودم جلو دوربین، بعد آوردم بالا دادم مجداد کمک کنه برام ادیت کنه. بذار بقیهش من بگم. ویدیو رو آوردم روی پریمیر، بعد داشتم نگاش میکردم ویدیو رو، بعد واقعا من هیچی نمیفهمیدم ازش. فارسی صحبت میکرد ولی یه چیز عجیبه. بعد اسم سیزنش هم گذاشته بودی داستان زندگی من. آره، قسمت اولش بود که بعدش بهش گفتم آیسان عزیزم این چیزی که تو گرفتی که بذاری روی یوتیوب از اون کانتنت ها میشه که کامنتاش فقط فوش و دریوریه، نکن این کارو. یادم میاد داره خیلی خودش خیلی سخت بود واسش، واسه این که بیاد توی این کامیونیتی یوتیوب فارسی، چون مثل اینستاگرام نبود که مثلا یه ویدیوی چند دقیقه‌ای باشه یا یه دقیقه‌ای باشه یا 30 ثانیه‌ای باشه، به خاطر اینکه طولانی بود و دیگه جزء رشته کاری کانتنت کریئتور حساب میشد دیگه، این کاری که الان داره میکنه و از اون موقع شروع کرد، به خاطر هم خیلی واسه سخت. بعد بگو که اون ویدیو رو دلیت کردیم. دلیت کردیم دیگه. اصلا استفادهش نکردیم. دلیت نکردم، دارمش فکر کنم توی هارد ماردا، ولی گذاشتمش واسه این روز مبادا. واسه این روز مبادا من میکشمش بیرون و نشونتو و 100,000 نفری شدن تو هم به تو تبریک میگم، هم به خانواده محترمت. بچه ها خیلی متشکرم از همه تون که هم منو سپورت کردین هم آیسانو. دمتون گرم، من خیلی دوستتون دارم. از اینجا به بعدم با همون باشید و کلی کارای خیلی خفن تر در راهه. پس همینجا همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم، ایشالله که همیشه جیبتون پر پول و لبتون خندون باشه. دوستون دارم، تا ویدیو بعدی، فعلا.